درود دوستان عزیزی که علاقمند به داستانهای ترسناک و ماورایی هستید، میتونید این داستانها رو در کانال دوم من به نام ترسناک و ماورایی که آدرسش رو روی صفحه میبینید دنبال کنید. لطفاً کانال جدید رو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو روی آل یا همه بذارین که هر وقت داستان ترسناک جدیدی گذاشتم مطلع بشین و با لایک کردن و کامنت گذاشتن از کانال ترسناک و ماورایی حمایت کنید. متشکرم. و اما داستان امروزمون. اون موقع ها من دانشجوی روانشناسی بودم و علاوه بر اون سالها بود که یوگا کار میکردم و مربی یوگا بودم. پردیس خانم تو تمام کلاسای من شرکت میکرد و در ظاهر یه زن آروم و متین و پر از انرژی مثبت بود که البته چند وقت بود که تو کلاسا غیبت میکرد. از دوستاش رویا شدم و متوجه شدم که زن بیچاره همسرش توی یه تصادف فوت کرده و حال و روز وخیمی هم داره. یه روز هراسون پردیس به دیدنم اومد و با گریه از من خواست تا به دخترش کمک کنم. گفت اونو پیش تمام روانشناسای مشهور شهر برده ولی هیچ فایده ای نداشته. کمی آرومش کردم، گفتم بعد از کلاس دخترش رو پیشم بیاره، ولی گفت دخترش سارینا از خونه اصلا بیرون نمیره. قضیه رو جدی نگرفتم، فقط به خاطر اون اندک صمیمیتی که با پردیس داشتم و کارهای پایان نامم که موضوعش مرتبط به کودکان بود گفتم بهتره که بهش کمک کنم. صبح روز جمعه به خونه پردیس رفتم. پرده های خونه سراسر خونه رو تاریک کرده بود و گربه زرد رنگ سارینا روی میز خورخور میکرد. با وجود اینکه خونه اشرافی بود ولی بوی نمونا میومد و پارکت های خونه رو گرد و خاک پوشونده بود. پردیس برام چای آورد و سارینا رو صدا کرد. سارینا، سارینا مامان، یه دقیقه بیا. ولی صدایی نشنید. با ناراحتی گفت دخترم تمایل به دیدن کسی نداره. کیفمو برداشتم و به اتاق سارینا رفتم. یه دختر 12 ساله لاغر بود. حضور منو جدی نگرفت و سرسری نگاه هم کرد و فقط زیر لب جواب سلامم داد. سارینا هیچ چیز عجیبی نداشت، فقط غمگین بود. اون روز برخلاف تلاشم نتیجه نگرفتم و به پردیس گفتم کاری از دستم ساخته نیست. پردیس شروع کرد به گریه کردن و با پریشونی ازم خواست که باز تلاش کنم. حتی پیشنهاد مبلغ بالای پول هم به هم داد. کم کم با تلاش زیاد تونستم سارینا رو کمی به حرف بکشم. نکته عجیب این بود که سارینا برخلاف همسن و سالهاش هیچ نقاشی نمی کشید و این باعث می شد که نتونی افکار این بچه رو بفهمی. اتاقش ساده بود و تمام درساش هم ضعیف بود ولی هوش ریاضی بالایی داشت. عاشق گربش آندره بود و از تلویزیون متنفر بود و در کل شبانه روز فقط 4 ساعت می خوابید. این تمام اطلاعاتی بود که من در طی 2 هفته کم کم با صبر و حوصله از زیر زبون سارینا بیرون کشیده بودم و پیش خودم فکر میکردم که باهاش اخت شدم، که ای کاش نمیشدم. آندره گربه سارینا علاقه عجیبی به من داشت. با دیدنم سرش رو به پاهام میکشید و من هم جالب این که بهش علاقمند شده بودم. تا اینجا داشتم حقوق زیادی میگرفتم، فقط برای اینکه تونسته بودم با سارینا حرف بزنم، کاری که هیچ روانشناس دیگه ای نتونسته بود انجام بده. یک روز داشتم پیاده میرفتم خونه پردیسینا که برخلاف روزهای قبل سارینا رو خوشحال سوار دوچرخه دیدم. وقتی به من رسید با ذوق سلام کرد و گفت پیش دوستش هستی بوده. من دوستش رو نمیشناختم. سارینا برام تعریف کرد توی کلاسمون یکی از بچه ها پدرش فوت کرده بود و من مرتب به این فکر میکردم که این اتفاق برای پدر من هم نکنه بیفته. کم کم توی خواب هم و توی بیداری پدرم رو میدیدم که میاد سوار ماشین بشه ولی یه ماشین دیگه میزنه و اونو پرس میکنه و پدرم با چشای باز به من نگاه میکنه و میمیره. یه روز قبل تولدم وقتی که با پدر مشغول خرید بودیم سمت ماشین رفتیم. ماشین تو خیابون اصلی ولی جای خلوتی بود. وسایل رو صندوق عقب گذاشتم و پدرم در ماشین رو باز کرد. همون لحظه یه ماشین دیگه اومد و محکم بابامو پرس کرد و من حتی نتونستم جیغ بکشم.
اگه فکر من بوده که لعنت به من و فکرام، و اگر هشدار بوده خب نتونستم جلوی مرگ بابام بگیرم. اینها چیزهایی بود که باعث غم و سکوت سارینا شده بود. چند روز بعد سارینا رو مشغول خدافظی با دختر همسن و سال خودش دیدم. سارینا خیلی با ذوق از این دوستش تعریف میکرد، ولی من حس خوبی به هستی نداشتم. سارینا خیلی عجیب شده بود. چیزهایی رو در رابطه با مسائل خصوصی من میگفت که فقط خود من میدونستم، و وقتی که ازش میپرسیدم که از کجا میدونه، میگفت توی خواب دیده. در رابطه با هستی که ازش پرسیدم، میگفت هستی دختری بوده که سرطان داشته، ولی به لطف خدا خوب شده و حالش دیگه الان خوبه و میتونه بیاد مدرسه. یه روز سارینا با عصبانیت ازم خواست که دیگه به دیدنش نرم. گفتم چرا؟ گفت تو هستی دوست من رو دوست نداری. کسایی که دوستای من رو دوست نداشته باشن حق ندارن که پیش من بیان. رابطه من با سارینا تا همینجا بود و دیگه به خونهشون نرفتم. چند روز بعد روی دیوار خونمون یه گربه شبیه آندره رو دیدم. خیلی تعجب کردم، ولی وقتی گربه با دیدن من پرید و سرش رو به پاهام کشید، تعجبم بیشتر شد، چون واقعا اون خود آندره بود، فقط یه ذره کثیف شده بود. تعجبم از اونجایی بودش که خونه ما با خونه سارینا اینا با ماشین حداقل نیم ساعت راه داشت و آندره توی حیاط خونه ما. جالب بود و البته خب باور نکردنی. پیش خودم فکر کردم شاید سارینا برای معذرت خواهی گربه رو آورده اونجا، ولی وقتی که به پردیس زنگ زدم و پردیس بهم گفتش که آندره روی مبل لم داده بود داره خورخور میکنه، تعجبم خیلی بیشتر شد. البته خب دروغ نگم، یه ذره هم ترسیدم. پیش خودم گفتم خب حتما این گربه خیلی شبیه آندره هست. هر روز گربه رو روی دیوار میدیدم و حالم بد میشد و کابوسای شبانم با چشمای وحشی آندره شروع میشد. اون شب تابستونی از شدت تشنگی بیدار شدم و سایه همقد یک بچه رو روی دیوار اتاقم دیدم. با ترس دستم رو روی دیوار کشیدم که چراغ رو روشن کنم. با دیدن اون گربه کذایی جیغ کشیدم و بیهار روی تخت نشستم. مادرم هراسون اومد تو اتاق و انگشتم سمت گربه بود که مادرم با اخم همراه با لبخند گفت ای دختر، این گربه رو خودم آوردم توی خونه، ببین چقدر ملوسه، این که دیگه جیغ کشیدن نداره. اصرار من به بیرون کردن گربه بیفایده بود. همه اعضای خانواده این گربه رو دوست داشتن و منم هر شب کابوس دختر بچه رو کنار گربه می دیدم. در حال خفه شدن بودم. من سالها یوگا کار می کردم ولی بیفایده بود. زمان تمرین یا تمرکز دچار تشنج می شدم و بعد از اینکه دو بار این اتفاق برام افتاد، مجبور شدم که دیگه تمرینامو کنار بذارم. کم کم گوشه‌گیر و خونه نشین شدم. از نور آفتابم بدم می اومد و علاقه شدیدی به شیرینی‌جات پیدا کرده بودم. اینقدر چیزای شیرین می خوردم که اطرافیانم حالت تعوا بهشون دست می داد. خیلی جوریده شده بودم و همون رفتنم با زور و اصرار مادرم بود و تمام حرفه و درسم و رها کرده بودم. اینها تماما نشونه یه دختر افسرده بود که با وجود 167 سانت قد فقط 40 کیلو از من باقی مونده بود. اینجا زنگ خطری برای خانوادم شده بود که یه مشکل غیرعادی سراغ من اومده. تا اون لحظه پیش روانپزشکی میرفتم که دوست خانوادگیمون بود. به من آرام بخش میزد و قرص هایی به هم میداد که یا گیج و منگ بودم یا توی خواب شکنجه میشدم. از اون روزهای بعد چیز زیادی یادم نمیاد. چیز عجیبی نمیدیدم. علم وحشتناکی نداشتم. فقط بی نهایت افسرده و دلمرده بودم. گرسنم نمیشد و نور آفتاب عذابم میداد. از ترس کابوس همیشگی شبها بیدار بودم و روزها میخوابیدم. و این وسط گربه کابوس من روزها سرش رو به پام میکشید و دوروبرم میچرخید. انقدر به هم محبت میکرد که مادرم حتی به زور گربه رو کنار من میذاشت. مادرم که خواسته های من براش همیشه اولویت اول بود، الان یه کمی فرق کرده بود. یک روز ناخواسته دستم رو روی گربه کشیدم. خوشش اومد. کنارم خوابید تا با من بازی کنه. کم کم با لوس بازیاش لبخند کمرنگی زدم و شکمش رو قلقلک دادم که یک دفعه چنان چنگی روی سینم کشید که درد شدیدی روی جناقم احساس کردم و سرم سنگین شد.
وقتی چشمامو باز کردم دیدم همونجا خوابم برده. با استرس دستم رو روی سینم کشیدم، هیچی نشده بود، ولی هنوز اونجایی که چنگ کشیده بود میسوخت، ولی هیچ نشونه ای از زخم روی سینم نبود. از ته دلم زدم زیر گریه، خدا رو صدا کردم. هنوز بعد از چند سال نمیدونم چیزایی که دیدم توهم بود یا واقعیت. چنان مرز تشخیص بین این دوتا برام غیر ممکن شده بود که داشتم دیوونه میشدم، اما سکوت میکردم تا به هم نگن دیوونه شده. مامانم زن مذهبی بود و به دعا اعتقاد داشت. کم کم خودش سراغ حل مشکل من رفت و یک روز سراسیمه در حالی که خودش لباسامو میپوشون منو سوار ماشین کرد. کل مسیر رو با استرس رانندگی کرد و به حومه شهر نجف آباد رسیدیم. همه جا باغ مانند بود و زمین خاکی بود. در آهنی قرمز رنگی باز بود و یک راست رفتیم داخل اتاق. پشت بدنم یخ زده بود، ولی از تو بدنم مثل کوره آتش داشت میسوخت. یه مرد مسن ذکری زیر لب گفت و آبی رو در کاسه هم زد و به من گفت بخور. بی هیچ حرفی آب رو خوردم. ناگهان احساس کردم آتش گرفتم. تمام وجودم داشت میسوخت. من از درد عربده میکشیدم و از حال رفتم. سبک شده بودم. یه حس پرواز داشتم. چشمامو باز کردم. دورم رو با نمک یه علامت دایره‌ای کشیده بود. شیخ یک دعایی رو توی یه چرم دوخته شده گذاشت و به من گفت تا 40 روز از خود جداش نکن. 3 ماه بعد حالم خوب شده بود و همه چیز به جای قبلش برگشته بود. البته اون گربه مرموز هنوز روی دیوار خونه بود، ولی توی خونه نمی اومد. سر کار می رفتم و با تلاش بیشتر دنبال کارهای پایان نامه‌ام بودم. تا اینکه یه روز عصر افسانه دوست پردیس رو دیدم و ازش سراغ پردیس رو گرفتم. راستش خودم به خاطر مشکلاتی که سراغم اومده بود تمایلی به دیدن سارینا نداشتم. افسانه با بغض گفت که پردیس رو بیمارستان بستری کردن. جریان رو اینجوری تعریف کرد که برای تعطیلات عید رفته بودن شمال. یک روز برای گردش میرن کنار دریا و سارینا هم حالش بهتر شده بود و کمی میخندید. پردیس همراه خانوادش به بازی سارینا با ماسه ها نگاه میکرد که سارینا داخل آب رفته و گفته مامان هستی هم اومده. مادرش جدی نگرفت، چون هستی دوست خیالی سارینا برای زمانی بود که افسردگی داشت و از نظر دکتر چیز غیرعادی نبود. پردیس صداشو بلندتر کرد و گفت سارینا جلوتر نرو، مامان بیا تو ساحل بازی کن. و چند لحظه بعد سارینا تو آب نبود، حتی جسدش هم هرگز پیدا نشد. و اما هستی دختر 8 ساله ساکن محله با قدیر اصفهان بود که بر اثر سرطان فوت شده بود. علت تمام این اتفاقاتی که تو اون مدت تو زندگیم افتاد و چیزایی که دیدم که هنوز هم نمیدونم واقعیت داشته یا توهم بوده، یه چرای بزرگ تو سرمه که هیچ وقت برام حل نشد.